توی ویدیو امروز همراه ما باشید. میخوایم راجع به زندگی شخصی و خصوصی پریناز ایزدیار صحبت بکنیم، از ماجرای ورودش با مدلینگ مانتو اسلامی تا مخالفت خانوادش برای بازیگر شدنش و شایعه ازدواجش با هوتن شکیبا. تا پایان این ویدیو رو با ما باشید. سلام سلام، چطوری رفقا؟ به کانال خودتون، کانال میم تیوی، خیلی خیلی خوش اومدید. امیدوارم حالتون خوب باشه. خب خانم پریناز ایزدیار متولد 8 شهریور 1364 در شهرستان بابل مازندرانه. اون کار بازیگری رو از سنین جوانی شروع کرد. فارغ التحصیل لیسانس رشته گرافیک هستش و فعالیت هنری خودش رو از تلویزیون شروع کرد و بعد کارش رو در سینما ادامه داد و موفق شد حتی سیمرغ بلورین جشنواره فجر رو هم بگیره. از ویژگی‌های بارز خانم ایزدیار رژیم غذاییشون هستش که سالهاست لب به هیچ نوع گوشتی نمیزنه و گیاهخوار کامل هست. دلیل این کارش هم حمایتش از حیواناست. خانم پریناز ایزدیار به عنوان فرزند آخر خانواده‌اش در شهر بابل استان مازندران به دنیا آمد. خواهر و برادرش هر دو فارغ التحصیل رشته پزشکی هستند. طبیعتاً خانواده‌اش دوست داشتن که پریناز ایزدیار هم مسیر خواهر برادرش رو تکرار بکنه و پزشک بشه، ولی خب اون علاقش به هنر بود و توی این زمینه دوست داشت که فعالیت بکنه. جالبه بدونید که پدر پریناز ایزدیار وکیل بازنشسته دادگستری و اصالتاً اهل ساریه، ولی خب مادرش خونه‌دار بوده و اصالتاً بابلی بوده. به واسطه مازندرانی بودن خانواده‌اش، پریناز هم توی مازندران و شهر بابل به دنیا اومد و تا مقطع دبستان هم اونجا درس خوند. بعدش توی مقطع راهنمایی به تهران مهاجرت کردن و به خاطر شغل پدر دوباره دبیرستانش رو به شهر بابل برگشت و پیش دانشگاهیش رو دوباره تهران بود تا اینکه تونست در دانشگاه قبول بشه. پریناز از نوجوانی عاشق رشته سینما و بازیگری بودش. تو این رشته هم قبول شد، اما به خاطر مخالفات خانواده‌اش مجبور شدش که به رشته گرافیک بره و تحصیلات تکمیلیش رو توی رشته گرافیک ادامه بده. اما در کنار تحصیلات دانشگاهی تصمیم گرفت که مطالعات سینماییش رو هم ترک نکنه و توی این فضا باقی بمونه. جالب بدونید که شروع فعالیت هنری پریناز ایزدیار با کار سینما و بازیگری نبود. اون یه دوره‌ای توی زمان دانشجوییش توی شوهای اسلامی به عنوان مانتو و روسری اسلامی شرکت میکرد و در واقع اولین فعالیت هنری پریناز مدلینگ لباس بوده. اما شروع بازیگری پریناز ایزدیار هم جالب هستش. توی سال 1385 اون به پیشنهاد یکی از دوستاش که از علاقه او به بازیگری و سینما خبر داشت در تست فیلم بازی خطرناک شرکت کرد و بعد از قبولی به عنوان نقش مکمل جلوی دوربین رفت. جالب بدونید که این فیلم هیچگاه مجوز اکران نگرفت و هیچ جا هم پخش نشد. اما پریناز ناامید نشد و مسیر خودش رو ادامه دادش. اون بعد از 1.5 سال تمرین با دانشجوهای بازیگری سال 1387 برای بازی در تلفیلم همان روز دوباره جلوی دوربین رفت. اون سال 1389 با فیلم اینجا بدون من وارد سینما شد. بعد از اون هم توی سریال شاید برای شما اتفاق بیفته توی چند تا اپیزودش حضور داشت که اون سالها از تلویزیون پخش میشد. همین حضور نصف نیمش توی فیلم های سینمایی و سریال های کوچیک باعث شدش که اون برای فیلم 5 کیلومتر تا بهش انتخاب بشه. این سریال توی ماه رمضان سال 1390 پخش می شدش و پریناز ایزدیار در کنار مهدی سلوکی توی این سریال حضور داشتش. بعد از اون سریال موفق زمانه رو در نقش ارغوان در کنار حمید گودرزی و هومن برقنورد بازی کرد که شروع شهرت پریناز ایزدیار از همینجا بود. اون از سال 93 تا 97 با سریال نمایش خانگی شهرزاد در نقش شیرین دیوان سالار بازی موفقی رو از خودش نشون داد و مورد تمجید منتقدان و اهالی سینما و تلویزیون و مردم قرار گرفت. جالب بدونید که با اینکه پریناز ایزدیار گیاهخوار هستش، ولی عاشق فست فود هستش و میگه یکی از علایقش اینه که فست فودهای گیاهی بخوره. همیشه سعی داره که زیاده روی نکنه تو این کار، ولی خب نمیتونه از این علاقهش هم چشم‌پوشی بکنه.
اون جدا از غذاهای فسفودی عاشق تنقلات هم هست و میگه از دوران کودکی و نوجوانی عاشق تنقلات بودم، ولی خب از وقتی که فهمیدم چقدر ممکنه برای پوست آسیب بزنه و مضر باشه تنقلات رو خیلی کم کردم، چون سلامت پوستم خیلی برام مهمتر بود. جالب بدونید که بارها شایعه ازدواج پریناز ایزدیار با بازیگرهای مختلف مطرح شده که همین اواخر هم ماجرای ازدواجش با هوتن شکیبا رسانه‌ای شده بود. قبل از اون هم افراد دیگه مثل نوید محمدزاده هم شایعه ازدواجشون با پریناز ایزدیار توی رسانه‌ها پخش شده بود. ولی خب خودش گفته که هنوز ازدواج نکرده. نظرش هم در مورد ازدواج اینه که میگه ازدواج کردن رو دوست دارم، به خصوص که عاشق بچه‌ام هستم و عاشق تجربه کردن احساس مادری، اما فکر میکنم ازدواج یه پختگی لازم داره که هنوز من به اون نرسیدم. این پختگی البته دو طرف است، هم زن و هم مرد باید به جایی رسیده باشن که مسئولیت زندگی دو نفره رو بتونن به دوش بکشن. پریناز ایزدیار همونطور که مازندرانی هستش، مثل خیلی از شمالی ها عاشق دریا هست. اون میگه یکی از علایقم اینه که به کنار دریا برم. رفتم به کنار دریا و قدم زدن در ساحل حالم رو حسابی خوب میکنه. هر وقت که فرصتی پیش بیاد به خانه پدریم میرم. هنوز نرسیده سراغ دریا رو میگیرم. وقتی به دریا چشم در چشم میشم و صدای موجها رو میشنوم و به شکوه بیپایان آب مینگرم، حس میکنم تمام مشکلاتم حل شده و آرامش رو پیدا کردم. پریناز ایزدیار چند سالی هم هستش که گیاهخوار شده. اون راجبه گیاهخوار شدنش میگه مدتی هستش که گیاهخواری رو شروع کردم. البته بیشتر از اون هم یه رژیم سلامت با کاهش وزن و این دور چیزا بودش. ولی خب بعدم برام جدی تر شد. دلیل این که این سبک زندگی رو انتخاب کردم، دلم برای حیوانات میسوزن که به خاطر غذای ما قراره کشته بشن. واسه همین سعی میکنم در حد خودم این چرخه کشتار حیوانات رو کمتر بکنم. پریناز ایزدیار راجب علاقش به موسیقی هم میگه خیلی دوست داشتم که موسیقی کار کنم و نواختن ساز رو یاد بگیرم، اما شاید در این زمینه استعداد نداشتم یا به شکل جدی و حرفه‌ای دنبالش نکردم. درباره سبک‌های مورد علاقه هم میتونم بگم که به هیچ سبکی مقید نیستم و تمام آهنگ‌ها رو توی تمام سبک‌ها گوش میدم. پریناز ایزدیار راجع به ویژگی‌های شخصیتیش هم میگه که ساده بودن ویژگی اصلی اون هست. میگه آدم پیچیده‌ای نیستش. پررنگ‌ترین خصوصیت اخلاقیش هم بی‌تردید سادگیش هست. سادگی از این جهت که اهل روابط پیچیده و سیاست عجیب رفتاری در برخورد با مسائل مختلف نیست و ترجیح میده حس واقعیش رو نشون بده. پریناز ایزدیار با اینکه سابقه زیادی توی بازیگری نداره، ولی موفق شدش توی سال 94 وقتی که 30 ساله بود جایزه سیمرغ بلورین جشنواره فجر رو به دست بیاره. اون برای فیلم ابد و یک روز و نقش متفاوتی که بازی کرده بود سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول زن رو تونست توی اون سال به دست بیاره. پریناز با اینکه کارش رو از تلویزیون شروع کرد، ولی خودش میگه که اصلا تلویزیون ایران رو دوست نداره. او میگه قبول دارم که تلویزیون خیلی زیاد به دیده شدنم کمک کرد، اما من هم خیلی برای اون وقت گذاشتم. اما اینکه خودشون من رو دعوت کنن و خودشون هم مانع حضور من بشن رفتار بدیه که من دوست ندارم. اون در مورد فیلم ها و کارگردان های مورد علاقهش هم میگه فیلم و سینمای آقای اسقر فرهادی درجه یک هست. سینمای آقای مهرجویی رو هم خیلی دوست دارم. فیلم های آقای کاهانی رو هم میپسندم. اسمای دیگری هم هستن که بهشون علاقه دارم، ولی خب خیلی زیادن و نمیتونم همشون رو بگم. پریناز ایزدیار علاوه بر جایزه سیمرغ بلورین جشنواره فجر برای فیلم ابد و یک روز، توی جشن حافظ هم در سال 95 برای فیلم ابد و یک روز جایزه بهترین بازیگر زن رو گرفت. اون در سال 96 هم برای فیلم تابستان داغ جایزه بهترین بازیگر نقش اول زن رو در 16امین فستیوال بین المللی داکا تونست به دست بیاره. اون همینطور در سال 97 برای فیلم ویلایی ها هم تونست جایزه بهترین بازیگر نقش اول زن رو در جشن حافظ به دست بیاره. اون در سال 1400 هم برای این فیلم اخیرش ملاقات خصوصی جایزه بهترین بازیگر نقش اول زن رو از جشنواره انجمن منتقدان فارسی تونست به دست بیاره.
جوایز دیگه ای رو هم برای فیلم های متری 6.5، سرخپوست و سکام حبس تونسته به دست بیاره که به نسبت سن کمش نسبتاً کارنامه پرباری توی جوایز داشته. فریناز ایزدیار توی سال گذشته بعد از شلوغی ها و اعتراضات مردم صحبتهایی رو انجام داد و گفتش که تمام روزهایی که به دلایلی واضح سکوت کردم، قلب و روحم با نازنین مردم وطنم بود. همچنین تمام قد و با تمام وجود کنار شما هستم. از جمله فیلم‌های سینمایی که پریناز ایزدیار توی اون حضور داشته میتونیم به ملاقات خصوصی، مغز استخوان، سکام حبس، لاتیان، متری 6.5، سرخپوست، خوک، مقیمان ناکجا، هتریک، تابستان داغ، ویلایی‌ها، یک روز به خصوص و توی شبکه خانگی هم به سریال‌های جیران، شهرزاد 1، 2، 3 و در تلویزیون هم به سریال تلویزیونی زمانه 5 کیلومتر تا بهش و مثل یک کابوس اشاره بکنیم. حتما اگه با کارهای خانم پریناز ایزدیار خاطره دارید و از کارهاش خوشتون میاد، برامون اسم فیلم سینمایی یا سریال محبوبتون رو تو بخش کامنت ها بنویسید و توی یک جمله نظرتون رو راجع به بازیگری خانم ایزدیار بنویسید. ممنون از همراهیتون، یک دنیا هم سپاس برای لایک این ویدیو و سابسکرایب کانال. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدارتون. پیشنهاد میکنم در ادامه هم یکی از این ویدیوهایی که روی صفحه هست رو تماشا بکنید.